آقای جلال خالقی مطلق به برنامه به دیگر خوش آمدید خیلی متشکرم شما در سال 1349 از دانشگاه کل در رشته شرقشناسی، شناسی و تاریخ قدیم درجه دکترا گرفتید و یک سال بعدش در همینجا در دانشگاه در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ شروع کردید به تدریس ولی انگار که بیشتر عمرتون از همون سالها وقف شاهنامه فردوسی کردید چه چی چیز شما رو مجذوب کرد به شاهنامه؟ بله همجور که فرمودید من بعد از اتمام تحصیل در کرن به هامبورگ اومدم و علاقه من البته به شاهنامه در همون ضمن تحصیل شروع شد و موقعی که من در رشته جرمنیستیک با هماسه های به اسطلاح آلمانی و غیره سرکار داشتم برای تحقیق به شاهنامه رو آوردم و رساله دکترامو در مورد زنان شاهنامه نوشتم و بعد در فرصت دیگر که به کار مشغول شدم در هامبورگ شروع کردم به تحقیق در مورد شاهنامه چون در همون زمان متوجه شدم که تصیح هایی که از شاهنامه شده مثل چاپ مول، بروخی، موسکو، هیچ کدوم قابل اطمینان نیست و نیاز به نسخه های بیشتری و روش دیگری در تحقیق و تصحیح شاهنامه است ولی بله چطور شما فهمیدید که دقیق نیست یعنی به این شما تو خیلی مثلا به قول ایرج افشار بیش از 100 شاهنامه تصحیح شده در جاهای مختلف دنیا وجود داشت در اون زمان بعض از این شاهنامه ها به مثلا قرن چهارم موقعی که فلسفی شاهنامه شو تموم میکنه خیلی نزدیکتر بود ولی شما میگین که اینا هیچ کدومشون به اون دقتی که باید در اینها نبوده چطور شما متوجه این قضیه شدین که بعد لازم شد که شما برین تغییر مجددی بکنید اینجا البته چند عنصر هست که ما رو متوجه میکنه یکی وقتی شما با ادبیات فارسی مشغول بشید سرگرم میشید و کار شبان روزی شما باشه متوجه تحول زبان فارسی میشید متوجه تحول ادب فارسی میشید و تغییراتی که در طول قرن ها شده و وقتی به سراغ نسخه های شاهنامه میرید و اینها رو مطالعه میکنید با هم دیگه مقایسه میکنید متوجه میشید که چه عناصری کهن و چه عناصری نو توجه و بعد به چاپ های شاهنامه که رجوع بکنید متوجه میشید که چه مقدار از عناصر نو در اونها هست و خیلی زیاده و این باعث شد که من رو کردم به تصیه شاهنامه که بر اساس عناصر کوهن زبانی و ادبی شاهنامه شاهنامه رو تصیه کنم <تصفح> یعنی, نسخ... یعنی اون نسخه یعنی اون عناصر کهنی رو که در نسخه ها هست به متن بیارم <تصفح> شما گفتید که وظیفه من این است که شاهنامه کاتبان را تا جایی که ممکن است برگردانم به شاهنامه فردوسی. بله، برگردانم خب، دقیقا تا اونجا که ممکن. دقیقاً منظورتون چیه؟ یعنی در واقع میخواین یعنی این شاهنامه دست... تحویل مردم میدید که نزدیک به زمان فردوسی بوده دست... یا یعنی خود دست... شاهنامه بزن... فردوسی بوده؟ بله، همینطور و چطور خواستین؟ چطور همین تشخیص اینه که چه عناصری نو و چه عناصری کهنه. یعنی اون عناصر نو، اونها دستبردهای کاتبانه، اونها رو ما از شاهنامه جانشین عناصر کهن و جانشین اون عناصر نو بکنیم یعنی شاهنامه رو متنش ببریم کهنتر بکنیم به زمان فردوسی نزدیکتر بکنیم توجه کنیم این البته ما هیچگاه نمی توانیم شاهنامه ای که از زیر دست فردوسی خارج شده بازسازی کنیم ولی می با روش تحقیقی و انتقادی به یک شاهنامه برسیم که حدود مثلا فرض کنید اعتبارش 100 سالی بعد از فردوسی باشه و این کاری که به نظر من خودم این کارو من کردم و به او رسیدم خب به این حالا شما میگید که من این نقل از خودتون بکنم که شما میگین که شاهنامه فردوسی کاتب ها به روزش کردند و و به اصطلاح یعنی هر وقت که کتابتش کردند واجه های کوهن را با واجه های نو فارسی را با عربی معاوضه کردند و به جایش نوتر گذاشتند که مردم راحت تر بفهمند بعضی بیت ها را زدند بعضی بیت را خودشان سرودند و به جایش گذاشتن. حالا توی این تحقیق شما شاخصترین و مشهورترین بیت های فردوسی که شما فکر می‌کنین که کاتب ها در واقع اینو تغییرش دادند و شما اصلش رو گذاشتین چیه؟ میتون نمونه هایی بدید؟ از کنم ها نه صدها ها بیت الهاقی در شاهنامه است شما مثلا فرض کنید شاهنامه های کوهن ما بیشتر از چهل هشت هزار چهل هزار بیت ندارن شاهنامه های دستنویس های جدیدتر تا پنجا و پنج هزار بیت دارن تا پنج شش هزار بیت اینجا از کجا اومده؟ روایات الحاقی بسیار زیادی که فردوسی نگفته ولی ام. کاتبا گفتن، البته همیشه کاتبا نگفتن، ام. صاحب نسخ گفتن ولی به حاشیه نسخه ها نوشتن و کاتبا اونا رو وارد متن کردن، مقداری هم خود کاتبا کردن. توجه کنید خب اینا رو ما از مقا... نظر مقایسه زبانی بین این قطعاتی رو که ما میگیم الحاقی هست وقتی با قطعات کوهندتر مقایسه میکنیم متوجه میشیم که اینو گویندش دو نفره اه. توجه کنید یکی در قرن یکی فردوسیه و یکی دیگری است که در قرن ها بعد از فردوسی اضافه, کرده, البته یه مقدار بیت ها و روایات هست که به کلی الحاقی است یعنی ساخته دیگرانه اه. و یه مقدار بیت های خود فردوسی است که دیگران دستکاری کردن در اون دست بردن و بعضی کلمات رو چکار کردن نوتر, نوتر کردن جایی که من دیدم که از شما انتقاد کردن سر یکی از این بیت‌های فردوسی مسئله میازار موری که دانه هست است که شما یک طور دیگه نوشتید چطور نوشتین شما اه... از کنم این بیت میازار موری که دانه هست این... این بیت از سعدی است در واقع یعنی سعدی در بیت فردوسی رو نقل قول غیر مستقیم کرده اه... نقل قول, نقل قول کرده متا در رو به ب... ب... میل خودش اون رو عوض کرده آه. توجه کنید نسخه هایی که ما پیش از بوستان سعدی داریم توجه میکنید این این بیت به صورت مکش مورکی را که دانه کش است ام. که او نیز جان دارد و جان خش است این به این صورت اومده باید. توجه میکنید و بعد سعدی اینو به صورتی که خودش تمایل داشته عوض کرد و شما این بیت رو در یکی از نسخه هایی که بهش مراجعه کردید تر به زمان پیدا از بعد پیش پیش و این نشون میده که اون بیت صورت کهنش جوری دیگر است خب بل. حالا یک البته اینو ببخشید سعدی وقتی عوض میکنه با استادی عوض میکنه مم. کاتبان وقتی عوض میکنن دوم خروس از جیبشون بیرونه توجه میکنه اونا خیلی آشکاره چون اونا اون مهارت رو ندارن که سعدی داره توجه میکنه اینکه که کلمات جوریست بیان توریست که کاملا معلوم متاخره و از طب یک شاعر درجه سی و چهاره اه. و اونو تشخیصش آسان تره خب حالا اگر که بیتهایی از شاهنامه مفهوم رو میرسونه به ذهن مردم رفته و از نظر قوام شعری و ایماج و هر اون مشخصات شعری هم قوی و خوبه بردارم این عنوان شعر فردوسی قبولش کردن و قرنها هم زمزمه شده حالا چه اصراری هست که آدم بخواد برگردونه اینها به شعر قدیمترش که شاید هم از نظر شعری حتی به قدرت شعر فعلیه که کاتبان یا شعرهای دیگه تغییر شده نباشه از کنم اینو باید از فردوسی بپرسید شما آیا حاضره که بیتش رو دیگران عوض بکنن برای اینکه مثلا بعد از هزار سال راحتتر بفهمن این مثل این مونه که شما بگید که این نقاشی که پیکاسو کشیده اینو همه به ذوق همه در خوب در نمیاد این من خوله سرش رو که گذاشته پاش این سر رو دو مرتبه میذارم اونجایی که هست اه. توجه میکنه که مردم بیشتر خوششون بیاد بهتر ببینن اینو در ولی پیکاسو مخالفه با این کار این یعنی قبول نمیکنه حالا من نمیخوام پیکاسو رو با فردوسی مقایسه کنم ولی هر شاعری در واقع یک اثری رو این فرزندشه و دوست نداره کسی در این دست ببره دوست نداره که در این اثر دست ببره در همه جای جهان نه فقط در ایران شما یه نقاش یک مجسمی ساز یک شاعر گوته حافظ شکسپیر اینا دوست ندارن که در کسی در شعرشون دست ببره و اینو به روز بکنه شما میگید که شاهنامه پدر آثار ادبی فارسیه خب با توجه به تفاوت‌هایی که در زمینه شعری, شعری وجود داره، شعری وجود داره، شعرهای از غزل و غنایی و نمیدونم حماسی و همه اینها متفاوته شما چطور و در کجا تاثیر فردوسی و شاهنامه توی شعرهای بعد از فردوسی میبینید ببینید فردوسی یک مسئله مسئله زمانه فردوسی آثاری که ما پیش از فردوسی داریم از دست رفته اگر ما تمام دیوان رودکی را رو از دست داشتیم در این مورد ما نمیتونستیم ببینیم آیا پدر شعر فارسی فردوسیه یا رودکی توجه نفرم ولی چون پیش از او تمام این آثار از دست رفته و بزرگترین از نظر حجم حتی نها. اثری که در دست داریم کهنترین اثری, اثری که بود و پرحجمترین اثری که از دست داریم شاهنامه فردوسی است این بر سراسر ادب فارسی تاثیر گذاشته شما هر شاعری رو که میخونید رومی مولوی مولانا یا حافظ یا سعدی یا خیام یا نظامی هر شاعری که میبینید از شاهنامه رو خونده و از او تأثیر پسید خب من سوالم اینه که تأثیر،, تأثیر, این شاعرهای بعد از فردوسی چه نوع تأثیری بوده؟ تأثیری بودن که از روایت های حماسی فردوسی گرفتن تأثیری بوده که از زیبا شناختی شعری گرفتن از ایماجاش گرفتن از وزن و گرفتن چی گرفتن؟ ما به دو گروه باید تقسیم بکنیم یکی هماسی سرایانه اونا شدیدن از زبان فردوسی متاثر شدن تاثیر گرفتن توجه کنید البته موضوع یکی از موضوعات هماسی رو برگزیدن ولی به سبک فردوسی در وزن متقارب و تا حدود زیادی اصطلاحات فردوسی رو به کار بردن شدیدا متاثرن شاعران دیگر فرق دارن اینها با از مثلا فرض کنید شما قانعی شاعری داریم به نام قانعی توسی قانعی توسی و این کل و دمنه رو سروده به وزن متقارب شدیدا متاثر از شاهنامه فردوسی یعنی شما حتی مصراهای فردوسی رو اونجا میبینید تا اونجایی که تونسه و خودشم گفته که متاثر از فردوسی و یا مثلا بوستان سعدی رو شما ببینید در حالی که بوستان یک اثر اخلاقی است ولی خب سعدی متاثر از سبک شاهنامه فردوسی است و در همین جا هم هست که از فردوسی یاد میکنه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد توجه بود شاعران دیگه خب به این شدت متاثر نشدن ولی خب از روایات مثلا فرض کنید حماسی یا استوره اساتیری فردوسی متاثر شدن اونها رو به کار برده حالا چه مولوی باشه که بارها از رستم صحبت میکنه توجه کنید یا حافظ مثلا توجه میکنید شاه ترکان سخن مدعیان میشنود توجه میکنید اشاره داره به داستان افراسیاب و سیاوش توجه این همه به این صورت متاثر شدن متعاد کم و زیاد یکی خیلی زیاد چون هماسه سرا بوده و یکی مقدار کمتر خب حالا اینو ما رو میرسونه به این سال که موقعیت خود فردوسی در بین شاعران بزرگ ایران کجاست یعنی در مقام مقایسه با بقیه شاعرای بعد از خودش این از نظر ما اینو باید یک بار از نظر موضوع بگیریم و یک بار از نظر اصطلاح ارزیابی شعر بگیریم از نظر موضوع خب فردوسی قابل مقایسه از شاهنامه با مثلا فرض کنید بخش تاریخیش با زفرنامه حمدالله مصطفی چون تاریخه بخش مثلا فرض بفرمایید حماسیش قابل مقایسه است با گرشاسنامه با بهمن که هماسی هستن البته نمیخوام بگم اونها به پای فردوسی رسیدن بلکه به عنوان موضوع توجه از نظر مقام ارزیابی در اینجا البته ما پنج شاعر نابغه داریم مه. که عبارت باشه از فردوسی نظامی مولوی سعدی حافظ که دارای اینا پنج شاعر نابغه جهانی هستن حرفی در اینها نیست ولی یک فرق بزرگی بین شاهنامه و آثار دیگر هست من براتون اینجور مثال بزنم شما یه وقت چون این سوال از من خیلی کردن ببینید شما یه وقت یه باقچه دارید که خیلی زیباست یه حوزی داره دورش گل، گلدان شمدانی چند تا درخت روز احیانا یه درخت سیبه شما با یه نگاه زیبایی این باغچه رو درک میکنید توجه فرمایید این ربایات خیام ماست یه وقت است که شما یه باغ دارید اینو یه با یه نگاه زیبایی این باغ رو درک نمی کنید. باید یکی دو روزی بسته به اینکه باغ چقدر بزرگ باشه حتی یه هفته در این باغ بدید اون گوشش یه برکه هست اون گوشش فواره هست توجه فرمایید گلها و درختای زیبا داره تا این باغ یکی دو روزی باید صرف کنید تا زیبایی این باغو بتونید درک کنید ولی باز بر اون مسلط میشید بعد از چند روزی مثل فرض کنید غزلیات حافظ بوستان سعدی گلستان سعدی غزلیات سعدی خسرو و شیرین لیلا و مجنون هفت پیکر اینا آثاری هستند که شما میتونید بعد از یک مدتی برای اینا تسلط پیدا بکنید اینا باغن توجه کنید شاهنامه جنگله شاهنامه مثل یک جنگله که همیشه بر شما تسلط داره شما سالها باید در این جنگل برید یک گوشش یک رود خروشانه یک گوشش جانوران شیر و پلنگ و نمیدونم آهو و اینها هست یک گوشش درختان سر با آسمان کشیده کهن سال هزار سال است شما تا برای جنگل مسلط بشید نیاز به سالها مطالعه در این جنگل دارید شاهنامه اینه این تفاوت بین این آثار با یک دیگه است شما آقای خالقی نزدیک 50 سال دارید این کارو می می میکنید من 50 <تصفح> سال جنگلبانی میکنم من 50 سال سر جنگلبانی میکنم بله یکی باغچبانه <تصفح> یکی باغبانه یکی جنگلبانه توجه فرمایید واقعا در شاهنامه باید سالها جنگلبانی کرد تا تونست و سالهای اول گم میشه شما در این جنگل توجه حالا شما توی به هر حال تحقیقاتتون شما میگید که بیش از 50 نسخه رو بررسی کردید و دیدید و سالهای طولانی تا که گفتیم وقت صرف کردیم برای این کار حالا از بین نسخه های متعددی هم که مرجع تحقیقاتتون بوده ظاهرا نسخه فلورانس بیشتر مورد استنالتونه بله چرا فکر میکنید این نسخه اعتبارش بیشتر از اولا از نظر خب اینکه تاریخ 614 داره از همه اینا کهن‌تره ولی این در واقع ملاک 100 درصد نیست بلکه مقایسه متن این نسخه با نسخه های دیگه نشون میده که توش عناصر زبانی بسیار کهن‌تری داره یعنی بیشتر داره هیچ از نسخه های موجود شاهنامه ها نمیتوانند اساس مطلق تصحیح قرار بگیرن در همه این نسخه ها فساد رخ داده فلورانس هم همینطور فلورانس هم یک نسخه صد درصد معتبر نیست اگر اینطور بود که دیگه ما نیاز را داشتیم این زحمت بکشیم همونو میدادیم چاپ بکردن ولی عناصر کوهن در اون بسیار بیشتر به نسبت بیشتره تا نسخه های دیگه نسخه های دیگه حالا بیشتر صحبت از روش کار تحقیقاتیتون کردیم حالا چون وقتمون کمه میشه خیلی خیلی خلاصه این روش رو توضیح بدیم؟ روش من در بر اساس کهنتر بودن و مش دشوارتر بودن زبطه یعنی وقتی ما عناصر زبانی رو با هم مقایسه میکنیم اون زبطی رو که کهنتره و دشوارتره اون رو اصل قرار میدیم در تصیح هایی که غالبا در ایران میکردن اینطور بود که یه نسخه کهن رو کهانتر رو اینو مطر قرار میدادن هر چی بود بقیه هم می بردن هاشی تا اونجا به میل ذوق خودشون که ذوق امروزی بود میگفتن این زیباتره و این تشخیص تشخیص این بود که همونجور که اول شما فرمودید که چه بیداری که مردم میگن این قشنگتره بهتره به همین حساب اینو مت قرار میدادن ما بر اساس روش انتقادی اینجور تحصیل می که اون عناصر کهنتر و دشوارتر رو در هر نسخه که باشه اینو متن قرار میدیم بقیه رو میبریم هاشیه توجه میکنیم کنیم این عناصر کوهنتر و دشوارتر بیشتر در نسخه فلورانس و نسخه های بیشتر اومده تا در نسخه های جدید در نسخه جدیدتر جدید ترم هست خب ما با بارها میشنویم که اه از قول مصری ها میگن که مصری ها گفتن که وقتی ازشون پرسیده شده که شما چرا بعد از تسلط عرب هویت و زبان و تاریختون همه از بین رفت و کاملا عرب شدید گفتن که برای اینکه ما شخصی مثل فردوسی نداشتیم تا چه اندازه واقعا این درسته این حرف یعنی تا چه اندازه فردوسی و شاهنامه نقش اصلی داشتن در پایداری هویت ایرانی از کنم قلاف نباید بکنیم نقش فردوسی و شاهنامه در تثبیت زبان فارسی و هویت ایرانی خیلی بالاست منتها کسان دیگر و رویدادهای دیگری هم پیش از فردوسی و همزمان فردوسی و بعد از فردوسی بوده که به سهم خودشون برای تثبیت زبان فارسی در برابر عربی و هویت ایرانی چون هویت ایرانی با زبان فارسی در یکه یکی شما اگر ما فارسی صحبت نمی کردیم، زبان اون عربی شده بود خب به ما هم عرب می گفتیم دیگه می گفتن، به ما می گفتن عرب فوقش می گفتن عرب ایرانی همونطور که می عرب مصری که عرب, عرب ایرانی هم داریم بله عرب ایرانی هم داریم هیچ هم نداریم توجه می مثلا فرض بفرمایید 150 سال پیش از فردوسی اگر این گزارش تاریخ سیستان درست باشه که وقتی که یعقوب لیس صفا رو به عربی شاعران معت کردن گفت آنچه من در نیابم چرا باید گفت اون چیزی که من نمیفهمم چرا میگی و شاعرها از اون بعد چیکار کردن به فارسی شیر گفتن خب این اگر این گزارش درست باشه و خب ما دلیلی هم نداریم تردیدی بکنیم این بسیار گام بزرگی در تصویر زبان فارسی بوده چون از اون زمان شاعرها به به چه زبانی شعر گفتن به زبان فارسی, فارسی شعر گفتن ام. توجه کنید یعنی زبان فارسی به عنوان زبان ادبی رسمیت پیدا کرد ام. توجه کنید خیلی مهمه ام. خب این مرد خیلی برای زبان فارسی و هویت ایرانی کوشش کرد بعد از او سامانیان کردند ترجمه تفسیر تبری به زبان فارسی وقتی که علمای ماور و نهر و پادشاه سامانی منصور منصور ابن سامان. بله سامانی منصور نو سامانی اینها رو جمع آورد به و ازشون فتوا گرفت این در واقع اقدامی بود که اقدامی بود که 500 سال بعد از اون در اروپا لوتر کرد توجه میکنه یعنی کتاب عهد عتیق رو به زبان آلمانی ت... ترجمه کرد و این برای زبان آلمانی خیلی مهمه توجه کنید زبان آلمانی در واقع رسمیتش از این زبان زمان شروع شد همین این کار رو 500 سال پیش از اون در ایران با ترجمه تفسیر تبری کردن همینطور مثلا فرض کنید خاندان کاکویه در اصفهان که بسیاری از متون پهلوی رو به فارسی ترجمه کردن یا به ابن سینا گفتن که به دانشنامه رو به زبان فارسی نوشت یا مثلا فرض فرمایید ابوالعباس عباس از فراینی که نامه ها رو به زبان فارسی گفت بنویسند خود سلطان محمود که از زبان عربی زیاد خوش نداشت و گفت به شاعراز براش به فارسی شعر می اینا همه برای تثبیت زبان فارسی و هویت ایرانی قدم های بزرگی برداشتن منتها قدمی که فردوسی برداشته در اوجه توجه میکنی یعنی از همه اینها بالاتره از همه اینها مهمتره امروز البته خیلی معتقدن که اصلا اینها نیست مردم ایران توجه میکنی زبان مادریشون بوده و اونها زبان فارسی رو حفظ کردن خب نقش مردم هم نباید فراموش کرد ولی من اعتقاد زیادی به این ندارم خب از زبان مردم مصر هم زبان بله مادرشون این دمشتن. یه قدری البته ممکنه مرد... خیلی پوپولره این حرف شما اگر بزنید در یه سالونی سخنرانی همه برای شما کف میزنن ولی حقیقتی در پشتش نیست تقریبا داره 50 سال میشه 45 6 ساله که دارین روی شاهنامه کار میکنین و کردین کتابات هم منتشر شده فکر میکنین کارتون تحقیقاتون روی شاهنامه تموم شده و احیانا درگیر یک کار تحقیق دیگه قراره بشید یا اینکه فکر میکنین هنوز روز شاهنامه کار داره نه شاهنامه زیاد کار داره ولی عمر من دیگه زیاد کار نداره عمر من دیگه یواش یواش من چند ماه دیگه هشتاد سالم میشه و خب بقول فردوسی دو پا دو گوش و دو پای مناهو گرفت دیگه در واقع دیگه برای کار کردن زیاد اون نیرو رو ندارم البته روزی چند ساعت رو کار میکنم ولی اون توانی که در قدیم داشتم ندارم روی ولی رو هنوز خیلی میشه روی خودتون چی؟ شما زیاد میدونم که شما شاعر هستید ولی شعرهای... تفننی اگاه... که منتشر کنید این شعرهای جدیدی حالا دیگه اون بسته به این که حالا ببینیم فرصت چه،, چه, خواهد شد شاید خدا فردوسی میگه سی سال روی شاهنامه کار کرد با خیلی بیشتر از فردوسی هم کار کردید و حال فردوسی حالا اگه این روایت درست باشه اگه سکه طلا نگرفت حداقل یه مقدار سکه نقره گرفت اونم نگیرید شما کی گرفتین از در, در ازای کارتون دار. من فکر میکنم اگر فردوسی و من دو, دو داراییمون رو هم بذاریم ممکنه یه مبلی بتونیم بخریم بیش از این هم نمیتونیم بداریم. خیلی متشکرم جناب جلال خالقی مدت ممنون از شرکتتون در خیلی از شما متشکرم